ما قراره چیکار کنیم؟ اردل کشتکار قراره چیکار کنیم؟ نیم سال اول رو جمع بکنیم که هیچ، گریزی هم بزنیم به نکات پایه. یعنی من دهم میگم، یازدهم میگم، مبنای سوالات کنکور از بیس کار. یعنی تو الان میبینی یه چیز جالب، یه متن اردلان خب در مورد آقای مسلمیه، این متن هر سال هیچی نداشته باشه دوتا تست داره تو کنکور میاد کجا؟ مثلا تو ضبط حرکت، خیلی عجیبه ها، کجا تو تست لغت. الان میخوایم در واقع بپردازیم به اون موارد. عرضم به حضور شما برای بچه هایی که من نیم سال اول رو گفتم و دورت بگردم، درس یک رو کامل گفتم، درس دو رو گفتم، قبلا ترجمه تعریب رو گفتم مشتی، اما الان میخوایم در واقع یه اپیزود جدیدی ببینیم از درس یک و دو و ببینیم که معنی شاید این باشه. اونایی که امتحان تشریحی داری یا فارغ التحصیل، من کاری ندارم، عربی کلن درگیر مباحثش، یعنی نمیتونی این رو با اون درگیر ندونی. یعنی چی؟ یعنی شاید تیتر درس یک فقط حروف مشبهتون بالفعل و انواع لا باشه، شاید تیتر درس دو سال دوازدهم درس حال فقط باشه، ولی میری سر جلسه یا در کنکور میبینی نهایتاً دو سوال تو امتحان ترم اولت یا عیزن دو سوال در کنکور اومده. ما بقیش که برمیگرده به وزن کلمات، برمیگرده به ثلاثی مزید و برمیگرده به شاخه های مدلازیزاسیون. آره درسته دیگه این لغت، از ضبط حرکت، ایشالله که درسته، از ضبط حرکت یا تست لغت در واقع درگیره. آقا جزوه رو به بچه ها میدیم دیگه، درسته؟ این جزوه در اختیارتون قرار میگیره، جزوهی که قطعا باهاش سورپرایز خواهید شد. جان برای هنجرم، آقا ما دیگه از دست دادیم، این دیگه کارش از دعا گذشته. میتونی گل ریزون بکن اگه تواناییشو داری، ما اینو یه کاریش بکنیم جدی. خیلی مخلصیم. آقا این کیه اردلان؟ نکته شماره یکی این منه. خیلی مخلصیم. آقا من رو داشته باش، ما در گام اول اردلان یه خواهش دیگه، مواتو نبافش، این یک. دو نه جدی، یا کشتکار خب. دو، من هر صفحه رو براش یک رو برنامه ریزی کردم که به تایم برسم، عمده مواردی که میخوام رو به بچه ها بگم. از الان یک رو باجی بزن. آره پایانش به من بگو، ردیف شروع بکنی، برو تا به خب. آفرین، دقیقا. عرضم به حضور شما که با من باش، من کاری ندارم فردی که الان توی این کلاس قرار داره فردا امتحانه تشریحی ترم اولش سال دوازدهمیه، یا اومده فارغ التحصیله، یا اصلا 50 سال با کنکور فاصله داره، یعنی قراره که اینو یاد بگیره برای کنکورش. هر نفری که تو این کلاسه برای من ارزش داشته، اینقدر ارزش داشته که من یک هفته زندگیمو تعطیل کردم این جزوه رو آماده کردم که به درد تمامی قشر و گروهمون بخوره. پس منباخ منو داشته باش، توی کادر اولمون میخوایم راجع به حروف مشبهتون بالفعل صحبت بکنیم که گام اول ما بحث شناخته. یعنی چی؟ یعنی چه در امتحان ترم اولت، چه در کنکور، چه در آزمون آزمایشی، اول باید حروف مشبهتون بالفعل رو بشناسی. یعنی به تو جمله میدن، میگن حروف مشبهتون بالفعلش کدوم هست. اردلان میدونه، اردلان هم تو جمله اول من کدوم یکیه؟ نه، که من اینا رو توی این ردیف برای بچه همه آوردم. دومی چیه؟ انه. سومی که انه. چهارمی مجددن که انه. من دلیل داشتم دیگه، دوبار که انه رو تو دوتا جمله آوردم. کار دارم، چسب و ولش کن، کار دارم با این، کار دارم. برو بعدی. تو بعدی چی اومده؟ دیگه چی؟ زنده باشی. کشکار تو بعدی چی اومده؟ لعیت ها. زنده باشی. تو آخری انا هستش، همون انا و نا، شیر بخورتت. پس این هستش دیگه، چیو دارم؟ لعلا. این اولین گام. پس من باید بشناسم، همه رو معرفی کردم اینجا. سوال، آیا محدودیتی داره تو عبارتی که به من میدن فقط یه دونه از حروف مشبهتون بالفعل حضور داشته باشه؟ نه. این از کجا میتونم بفهمم؟ مثلا از این دوتا مثال نخت. این یه عبارت، آیه قرآن کریم، درسته؟ در دل یک عبارت من دو تا حرف مشبهتون بالفعل دارم. ولی مهم،
هر حرف مشبعتون بالفعل شروع یک جمله جدید در زبان عربیه. چه جمله؟ جمله اسمیه. نکته به شدت مهم. بله. پس توی این گام شد گام شناخت. بریم گام بعدی. در کنار شناخت چی برای ما مهمه بچه ها؟ معنا مهمه. معنیاشون چی هست؟ اینه رو من باید چی معنی کنم؟ قطعاً. اما نکته کجای جمله؟ باریکلا اردلان. یعنی همونطور که در عربی در ابتدا میاد، شما هم در زبان فارسی باید در ابتدا ترجمه کنید. چرا؟ چون تأکید میکنه روی کل جمله. پس من در گام بعدی میخوام در مورد چی صحبت بکنم؟ کاربرد اینها. پس ببین مثال آوردم برات، میگم این نه بشناسش حرف مشبعتون بالفعل، معنیش قطعا در ابتدایه. پس چون معنیش میشه قطعا، تأکید میکنه تو زبان عربی میشه یؤکدو. دور سرت بگردم، تو هم ترم اول هم نهایی هم کنکور صورت سوالت به زبان عربیه، پس انگلیسی چی هردالا؟ عشق داداش. آره یؤکدو علا جملت بعدی. بریم بعدی. داداش دو گلوش کدومه؟ انه. انه معنی چی رو تولید میکنه؟ که. پس چون معنی که رو تولید میکنه قطعا میاد جملت اینه. باریکلا. دو تا جمله رو به همدیگه چیکار کنه؟ وصل کنه. الان دو تا جمله کدومه؟ یه دونه این قبلش، یه دونه همچی این بعدش. دقیقا. پس انه در معنای که میاد دو تا جمله رو قبلش رو و بعدش رو به همدیگه چیکار کنه؟ وصل کنه. بریم بعد. قاعدتا وسط عبارت میاد، وگرنه در شروع یک جمله اسمیه میاد. این میشه صحیح ترینش. ردیفه. بریم بعدی. کنه یعنی چی؟ یعنی مانند معنی گویی، پیش بینی امسال من در تست کنکور. ببین تو چه تاریخی دارم میگم. اینه که میگه کنه معنی مانند میده یا گویی. یعنی چی؟ اگه معنی مانند بده کاربردش میشه چی؟ تشبیه. اگه معنی گویی بده، معنی گویا بده، کاربردش میشه چی؟ زن، گمان، تردید. از کجا باید بفهمیم بچه ها؟ میایم در دل عبارتمون یک بار مانند معنیش میکنیم، یک بار گویی. میبینیم کدوم یکی معنی میده، میگیم کاربردش هم میشه اون. مثلا اولی میگه کأنهن الیاقوت والمرجان، میگه اونا مانند چیم؟ یاقوت. پس اینجا کأنه اومده که چی بسازه؟ تشبیه بسازه. تو دومی درسته بگم مانند خوشنود ساختن همه مردم هدفی است که درک نمی‌شود؟ نه. میگم گویی، گویا خوشنود ساختن همه مردم هدفی است که درک نمی‌شود. به دست آورد تست کنکور امسال. شرط ببندیم. سر زندگیت. شرط کوچولو با من نبند. پارسال هر چی گفتم اومد. شرط بزرگ. سرات ببندیم. انسانی میاد؟ نه. در اون حد بهت نمیگم. در اون حد بهت نمیگم. در اون حد بهت نمیگم. ولی میبندم. امسال که ان تست کنکوره، بازی با کاربردش. آقا تو این نقطه سر. برو تا بریم. آقا بریم. پس مهم شد. پس ببینید کأنه دو تا معنی داشت که معنیاش متقابل به هم بودن، ولی انه میتونی به جای قطعا چی معنیشه؟ همانا، بیشک، بدون تردید. اینا تو یه راستا هن. نگیم این چند تا کاربرد داره، نگیم این چند تا معنی میده، ولی کأنه اینجوریه. تو بعدی چی اومده؟ انه رو داریم، همون کاربرد قطعا. لکنه بچه به چه معنی استفاده میشه؟ به معنی ولی یا اما. من کی از انه استفاده می کردم؟ اینو می دونستیم دیگه، اینجا ننوشتم. زمانی انه می اومد که یؤکدو علی جملت بعد، که این رو این تأکید بکنه. لکنه میاد چی کار می کنه؟ به به. میاد یرفع الابهام، ابهام معنایی رو برطرف می کنه. میگی ولی اما یا یعنی چی؟ یعنی دوباره دوتا کاربردها همزمان اتفاق میفته. یکمل المفهوم، یعنی مفهوم جمله قبلی رو کامل میکنه. تعریف خود کتابه. کتاب میگه لکن نه
ابهام زدایی میکنه و مفهوم جمله قبل خودش رو کامل میکنه. اما این بارها در نظام جدید تست کنکور بود و تو آزمونای آزمایشی. از چی رفع ابهام میکنه؟ از چی ابهام زدایی میکنه؟ باریکلا. یعنی لاکن نمیاد از این جمله قبلی ابهام زدایی میکنه. تو کنکور رکب نزنن یا تو امتحان عمرن. تشریح خیلی ساده تر از این حرف هست. تشریح در این حده میگه مشخص کن، معنی کن، نهایت من ندیدم. اونا نهایت کاربردش ازت بخواد. درسته؟ پس حواسمون به این جمله قبل باشه، حواسمون به این جمله بعد باشه. من این دوتا رو گذاشتم کنار هم بگم. بچه ها انه رو چی تأکید میکنه؟ کل جمله بعدش. کشکار تو باغ نیستی یا فقط اومدی شرط و بندی، اونم میبازی داداش سوخت میدی که. بعدی لکن نه، از چی ابهام زدایی میکنه جمله قبلش. بریم بعدی. لیت دوست داشتنی. لیت به چه معنی استفاده میشه؟ کاش یا ای کاش. کاش همون مفهوم منا یا آرزوه که به زبان عربی کاربردش میشه چی؟ تمنا. تمنا میکنم یعنی چی؟ یعنی آرزو میکنم واسه. این میشه منطق صحیحش. درسته؟ ما به اشتباه عوضش کردیم. این نه که میاد برای قطعا، هیچی تو دل اون عبارت بود. لعله معنیش چیه؟ شاید. شاید همون مفهوم امیده. شاید شاید ایشالله. ترجی اجی مجی لا ترجی شنیدی دیگه؟ ترجی یعنی امید دارم، لا ترجی یعنی امید ندارم. اگه بگه لا ترجی دیگه لعله نیست، بگو میشه چی؟ لیتا. پس تو جدول اول شناختم معنیشو، گفتم کاربردش رو هم گفتم. بریم جدول بعدی. چشم. بریم جدول بعدی. رو چشم، رو چشم. عالیه اینجوری بریم. بچه ها تو گام دوم در مورد انواع لا تو هم ترم اول سوال داری، هم ترم دوم تو نهایی، هم اونایی که کنکوریان تو کنکور قطعا یه مدل لا رو میبینی. بچه ها اولی شناخت انواع لا. من کلی عبارت آوردم. اول میگم این لاها رو تو بایستی پیدا کنی. بریم سری اینجا. این یه دونه، این دوتا، این سه تا، این چهار تا، پنج تا، شیش تا، هفت تا و هشت تا. بسشونه جان شیر بخورم. آقا نگاه کن چه اتفاقی میفته. من میگم تو انواع لا رو میخوای تشخیص بدی، اول مشخص کن. بعد از اینکه مشخص کردی بیا ببین بعد کدوم اسم اومده، بعد کدوم فعل اومده، بعد کدوم ویرگول اومده. بریم. اردلان راست میگه، توی این مورد بعد لا ویرگول اومده. به این لا میگیم لا اجوبیه. لا اجوبیه در ازای جواب به چه پرسشی میاد؟ ا یا هل. آفر. نه. نه. تو که نمیخوای بری چرا این مثالو زدی؟ آقا هل و ا در جواب بهش اگر بگی لا ویرگول بذاری میشه لا چی؟ عجوبی یا جواب. پس از شر این خلاص شیم. بریم سراغ آیتم بعدی ها. بچه ها من میگم تو این ستای اول بعد لا چی اومده؟ لباس و علم و اله. بعد همشون اسم اومده. درسته؟ تو بعدی چی؟ بعد این لا چی اومده؟ فعل. یعلمونه. بعد این لا چی اومده؟ یحزن. باز فعل. بعد این تحمل فعل. یه دونه هم اینجا گذاشتم اشانتیون که شما آخرش به من بگید چیه. آخرش ردیفه. تو یاد بگیر کشکار این آخری رو بعد بگی میندازمت بیرون. آرزوشونه بیان یه دقیقه جای تو اینجا بشینن. برو تا بری. ببین من دیوونه اردلانم، تو رو هم دوست دارم، ولی هنو مونده به این برسی. هی بودو، هی پارو بزن، هی تو هی به من پیام بده شبا. اون پیام دادن رو فایده نداره. من همه رو دوست دارم. آقا بعد این لا چی اومده؟ فعل. بعد این لا فعل. فعلا اینو فقط برای این ساختار آوردم. بعد این چی اومده؟ فعل. اینم که بچه ها جواب میدن. ببینیم برایند کار ما چی شده. خب بعدش اس بیاد
آفر. نفی جنس. شرطها و شروطها گل قشنگم. این که بعد اون اسمه یه چیزی هم بیاد که بچه های انسانی بهش میگن خبر لا. ولی بچه ریاضی تجربی نیازی نیست. ریاضی تجربی میگه بعد این اسمه یه چیزی اومد. به این نوع لا میگم لای نفی جنس. لای نفی جنس رو چجوری معنی میکنم؟ هیچ نیست. زیباتر از سلامتی نیست واقعا. الان ارزشش رو قشنگ میفهمیم. بعد این یه لنای اومده، یعنی یه جار و مجروری من دارم مجدداً با هیچ معنی میکنم، ولی میتونم ازش معنی نیست رو نگیرم، معنی مالکیت منفی بگیرم. اردلان باریکلا، چرا شده نداریم؟ چون بر میگرده به چه ضمیری؟ نا لا علم لنا، یعنی هیچ دانشی نداریم. لا سیارت لی معنی کن اردلان، لا سیارت لی، هیچ خودرویی نداریم. عشق داداش موتوره روشن شد، موتوره روشن شد اردلان، نزنه رو دست داجی. برو تو قشنگ الان شایی اون بچه خرخونه های سی استرس گرفتی بچه اردلان، یه نگاهی کرد یه برو آقا. پس چه میتونم از ساختار مالکیت منفی استفاده بکنم؟ زمانی که بعد اسم لا چی بیاد بچه ها؟ جار رو مجرور با حرف جر ل. درسته؟ بریم بعدی. یه ساختاری رو کتاب سوسکی گفته، سوسکی، این جایی که لا میاد یه اسم میاد یه الا ما داریم اردلان. لا اله الا الله، لا سیف الا ذوالفقار. مستثنا بودنش قشنگ منطقی، ولی الان جای مستثنا نیست. الان کجاست؟ الان اون جاییه که من میگم لا الا بیاد، اون چیزی که اینجا باید میومده حذف شده اردلان، یعنی یه کلمه موجودون بوده اینجا حذف شده. لا اله موجودون الا الله، هیچ خدای موجود نیست، وجود نداره جز الله. ما خدا رو فقط با لفظ جلاله الله میشناسیم، پس میشه هیچ. حالا میگم این به شدت مهم، ویژگی های اون اسمه رو نگاه بکنید. لباس و علم و اله، لباس و علم و چی؟ اله. چه ویژگی داره همشون اردلان؟ همشون ا دارن، منصوب بودنشون فقط با فتح هست، تنوینش نه. پس بدون تنوینم هستن. گام آخر ال هم ندارن. ویژگی های اسم لای نفی جنس به شدت برای انسانی کنکور و ریاضی تجربی هم که با پرسش در کتابش آورده حائز اهمیت. جان آفرین باریکل. عجبیه که مشخص شد در جواب ا یا هل میاد به چه معنی؟ نه اردلان گفت. این شاخش هم که خیلی مهم، اگر دیدم بعد لا فعل اومد، فعل من بدون تغییر باقی ماند. یعنی چی؟ یعنی لا رو از اینجا ورداری، فعل تو یعلمون بوده، لا هم که اومده قبلش چپیده، دوباره کاری با این یعلمونه نداشته. لای بی بخار، لای بی بخار همون میشه تعریف لای نفی یا نافیه. پس ما یه نافیت و للجنس داریم، این شاخه است. نافیت و للجنس، اشتباه گرفته نشه رکب بخوری دورت بگردم. نافیت و للجنس یعنی لا با اسم و این شرایط، نفی و نافیه یعنی لا با فعلی که هیچ تغییری نمی کنه. یعلمونه یعنی می دانند، کشکار لا یعلمونه یعنی نمی دانند، همون منفیش، ردیفه. اینو اگر امتحان ترم اول داری بنویس در امتحان می آید. اردلان دوست داری بگم دایرکت بدم وقتی تو امتحان اومد عکس بگیرن بعد ببینی پیشبینی ها درسته یا نه؟ آره. لا یحزن که ساختارش تو امتحان میاد قطعا، چه بسا خود خودش، یعنی لایی که بر سر یک فعل غایب میاد یا یک فعل متکلم سوال پیش میاد. غایب یعنی چی؟ یعنی فعلی که با چی شروع شه؟ با یه شروع شه. الان اینجا این اتفاق افتاده. متکلم یعنی چی؟ یعنی فعلی که با ا یا چی شروع شه؟ نه. در این شرایط من در ترجمه از چی استفاده میکنم؟ یک
نباید استفاده میکنم. پس لا یحزنک یعنی نباید تو را اندوهگین سازد. ردیفه آخری، این بار لا با فعل من در شرایطی اومده که فعل من تهش مجزوم شده. یعنی چی؟ نه هر کدوم الان تموم میشه، تمومه الان، اب نداره. میدونم الان چقدر گذشته از تایم من؟ الان 34 دقیقه. این رو شروع کرد. خب اب نداره، بگو به من، من ردیفش میکنم. منو داشته باش. لا به علاوه فعل، فعلی که مخاطبه، یعنی قطعا با چی شروع میشه؟ بگو اردلان. با ت شروع میشه، مثل لا تحمل. این همون ساختاریه که برای چی اتفاق میفته؟ نهی. نهیم همون معادل امر منفیه. پس چی معنیش میکنم؟ تحمیل مکن. تو این جدول من همه چی دارم میگم، هم قواعد، هم ترجمه، هم سوال. بریم بعدی. ذره بین یه اتفاق عجیب غریبی افتاده. نگاه کنید بچه ها، اینو هیچ جا ندیدید. این نه همه جا شما دیدید تو کتابتون، بعدش اسم اومده. جونم ابنم آخه باید تو بگی لا طاقت لنا. لا بعدش اسم یا فعله؟ بعدش هم لا. خب چه نون لایه؟ لایه نون ها؟ لایه نفی جنس. معنیش چیه؟ هیچ طاقتی نداریم، درسته؟ این هم هست. کاری نداشت سلطان. ذره بین چیه؟ این تنها عبارت در دل کتابتونه بچه ها که بعد این نه، یعنی بعد حرف مشبهتون بالفعل یک حرف جر اومده. حواستون بهش باشه، لطمش رو نخورید. مورد بعدی، تو همین درس از قواعد مهمش وجود این نما که برای ما اسلوب حصر و اختصاص میسازه هستش. این نما ترجمهش هم در کنکور هم در ترم اولت مهمه. اردل قشنگم، این نما رو تو جزوه ترجمه چی معنیش کردیم؟ تنها یا فقط. گفتیم اسلوب حصر و اختصاصه. کجا معنی میشه؟ من این لاکار میارم معنیش میکنم، یعنی میگم الفخر، بعد این نما رو معنی میکنم، بعد لعقل ثابت. یعنی چی؟ یعنی افتخار تنها برای خردی استوار است. یه بار دیگه بریم اردلا. فخر یعنی چی؟ افتخار تنها برای خردی استوار است. شیر بخورتت، خیلی راحت. دومی رو میتونی بگی؟ انما الناس و لعم و لعب. اول چی رو معنی میکنی؟ ناس، مردم. مردم تنها یا فقط از یک مادر و یک پدر. ردیفه انما ساختار ترجمهش به شدت مهم. بعدی، ای جون دلم اردلان، من در یک سری شرایط میتونم انه و فعنه رو زیرا معنی کنم. این هیچ جا نیست اینایی که من میگم اردلانا، هیچ جا نیست. انه رو در دو شرایط و فعنه رو در دو شرایط. منظورم چیه؟ منظورم اینه جفت شرایط ها رو من آوردم، انه و فعنه به معنی زیرا ترجمه میشن. چی اون شرایط؟ این که قبلشون فعل طلب بیاد. فعل طلب و دیگه کنکوری باید بلد باشه. طلب یعنی فعل امر، فعل نهی. فعل امر و نهی و دیگه بهش میگیم فعل طلب. وقتی اردلان این نه یا فعن نه بعد فعل طلب میاد، لا تحزن، لا تحزب، این نه و فعن نه میتونن به معنی چی معنیشن؟ زیرا. دوست داشتی دوست نداشتی هم این نه رو همون قطعا معنی کن. ردیفه، اگر قطعا معنی شود اشکال کنم درسته، باریکلا، ولی در این صورت اگر بیاد زیرا بگیره من غلط نگیرم. باریکلا، احسن. اردن من با جراره این دوتا درس رو شخ زدم. جراره یعنی چی؟ تراکتور. خب جملات ویژه کتاب که عمری دانش آموز خودش نمیتونست با ذره بین خودش ببینه رو من اینجا آوردم. میگم خطرناک برای کنکور، خطرناک. خطرناک ها رو گفتم. آخری اردلان برای رتبه های زیر صد کنکوره. این آخریه، اینو نگه میدارم سر جای خودش تو قواعد میگم. بخون بفهمی، خیلی حرفه. آفرین. الان طلب رو من برای بچه ها معنی کردم. طلب یعنی چی؟ یعنی فعل امر یا فعل
نهی اردلان، درسته؟ من میگم آفرین، اینجا یه فعل نهی اومده، میری جلو، یه فعل ظاهر شده، به این فعل نهی میگی فعل طلب، به بعد فعل میگی چی؟ جواب طلب. بعد جواب طلب مثل فعل طلب مجزوم میشه. یعنی چی؟ یعنی حذف چی اتفاق میفته؟ خیلی مهم نونت، برو هزار بار ببین من چی گفتم. این ساختار قشنگ یادش بگیر اگه دنبال رتبه زیر صدی. چی رو نمیتونم ببینم؟ چی گفتی؟ الان دیده دیگه. آفرین. این بده چون سیف نمیشه. ها برو آقا بریم بعد. آقا نگاه کندی همین الان عکس بگیر بیا. این کارو که میتونه انجام بده. ها؟ این کارو میتونه الان انجام بده. آب میخوام. بیا بجنگی، بیا فایت. آقا برو عکسم گرفت. خب بریم بعدی. خب پای چیا مهمه؟ خوب گوش کنید. من ببین چقدر جملات مهم از دل کتابت آوردم. اینا تکنیک های پای است. خب مثلا میگم صفت تو این درس مهمه. صفت چی بود اردلان؟ وقتی دوتا تنوین پشت سر هم میاد، آفرین، یا دوتا ال پشت سر هم. الان تو این جمله منظور منه. اینا تو ترم اولشون از همه این موارد ازشون میپرسم. من قول میدم دانش آموزه ما متاسفانه اشتباه فکر میکنن وقتی تیتر درس حرف مشبه هست یا لای نفی جنس انواع لا یا در نهایت حاله فقط از اونا سوال میاد. این در شرطیه که اردلان وقتی این جملات هست تو تمارین کتاب گفته صفت رو به من معرفی کن، مضاف الیه معرفی کن، مکسر، همش از اینا اتفاقا میگن. از الان میگم حواستون باید بهش باشه. اینجا صفتی که اتفاق افتاده از تکنیک تنوین با چیه؟ تنوین، عشق داداش. مضاف الیه چی بود؟ یه بی همه چیز مثل میومد اردلان اینا. بعدش یه اسم چیدار میومد؟ الدار میومد. به این دومی میگفتیم مضاف الیه. به اولین زنده به خاطر این بهش میگفتی بی همه چیز ردیفه. یه شرط دیگه هم داشت. چی؟ نون در مثنى و جمع سالم مذکر نمیگرفت، درسته؟ خب جمع مکسر چیه یا تکسیر؟ همونی که بی قاعده است ولی خیلی وقتها نشونه خطرناکی داره، مثل یه و نون. مثلا المساکین چرا جمع مکسر و سالم نیست؟ میگم اگر یه و نونش رو حذف بکنی مفرد بمونه میمونه مساک. این معنی نمیده که. مفرد این کلمه چیه؟ مسکین اردلان، به معنی بیچاره یا درمانده. پس من از کجا میفهمم جمع مکسر یا تکسیره؟ نشونه رو حذف میکنم، سالم موند میگم جمع سالمه، نموند شلوپل شد میگم جمع مکسر، ردیفه. بریم بعدی. نون وقایه به شدت مهم. اعنی جداش میکنم میشه این به علاوه یه نون به علاوه یه دونه یه. وقتی نون اصخایی میکنم، وقتی نون بین یه و یه فعل میاد به اون نون میگیم نون وقایه. به عبارت بهتر نون همون ریش سفید تو زبان عربی. یه اردلان بهش میگم بیا بچسب به این، میگه نمیچسبم. میگه بیا بچسب به یه فعل دیگه، میگه نمیچسبم. نون دستشو میگیره میگه آجی بیا بابا به خاطر من بیا، آفرین. میاد مثل این ننی زنده باشی. پس هر موقع بخوام یه رو به فعل بچسبونم مستقیم نمیتونم این کارو کنم. با چی انجام میدم؟ با نون وقایه. ماضی مجهول از کجا شناسایی میشد اردلان؟ آفرین، او ای زنده باشی. پس الان خلقو هم یک فعل مجهول است، هم نائب فاعل درون خودش داره. نائب فاعل چیه؟ خیلی وقتا اون ضمیریه که به چی میچسبه؟ به یک فعل میچسبه. میتونه این بار فعل مجهول من از چی ساخته شه؟ از مضارع. فقط دیگه برخلاف اون اتفاق میفته. باریکلا. بریم پس. ماضی او میشه خلقو، مضارع او ا میشه یذکر. حله؟ خب یه وقتا یه جاهایی میچسبه نائب فاعل، یه جایی گردن کلفته به صورت یک کلمه بعد فعل ظاهر میشه، باز هم در همون شرایط ما میگیم چیه؟ نائب فاعل، درسته؟
انسانی به شدت برات مهم. یه سری فعل ها دو مفعولین. حسب جعل اخذ اعطا، بگو حسب جعل اخذ اعطا. اینا رو دیدیم، اینها معمولا ها بله حله. یعنی اینا تماما بعد خودشون اردل خوشگلم چی میخوان. آفرین، این اولی، این دوم. حله. الان مد شده، مثلا الیوم رو میاد میگه مفعول الاول، سعید رو مثلا میاد میگه مفعول الثانی. باید بهش دقت بکن. بعدی به شدت مهم، اسم فاعل از ثلاثی مجرد چگونه ساخته میشه؟ اردلان من یک ریشه، یک ماده رو ببرم بر وزن فاعل، اسم فاعل از ثلاثی مجرد ساخته میشه. مثلا بطله رو میبرم بر وزن فاعل میشه باطل. اما این به شدت مهمه. اردلان نقاد جمع مکسر ناقده. ناقد سه حرف اصلیش چیه؟ نقده. نقده یعنی چی؟ نقد کرد دیگه. پس ناقد به چی میگیم؟ نقد کننده. زنده باشی، اسم فاعل اونه. فراستی آجی، فراستی، باریکلا، دقیقا. حالا ما بهش این رو میگیم، ولی یه چی تو عربی داریم که نقاد و جمع مکسر چیه؟ ناقده، درسته؟ پس ناقد همان اسم فاعل از ثلاثی مجرده. یعنی اگر یه کلمه‌ای به من دادن که جمعه، من این جمعه رو اول باید مفردش کنم، بعد بگم وزنش چیه. تو کتابه، من کارم سخته ستون. ساده میخوای شهدا جمع چیه؟ نه، شهدا به کی میگیم؟ به چند تا شهید. شهید وزنش چیه؟ فعیل. پس وزن اسامی جمع رو چجوری باید پیدا کنیم؟ آفن، آمارش از مفردش میگیری. نکته به شدت مهمی الان گفتم. برو بعدی، اسم مفعول از ثلاثی مجرد چیه؟ میره بر وزن مفعول. مثلا مکسور وزنش چیه؟ مفعول. پس بچه ها اسم فاعل و اسم مفعول از ثلاثی مجرد همان بر وزن فاعل و مفعولن، مثل باطل و مکسور. مثال باحال، به عشق بابام ناصر و منصور. منصورم اتفاقا شوهر خالمه. آره، ناصر بابام منصور شوهر خالم. ناصر بچه وزنیه فاعل، منصور وزنش چیه؟ مفعول. پس ناصر اسم فاعل از ثلاثی مجرد، منصور اسم مفعول از ثلاثی مجرد. ناصر یاری کننده، یاری رسان. منصور یاری گیرنده، یاری شده. برو بریم بعدی. حالا اگه بخوایم از ثلاثی مزید بسازیم چی اردلان؟ اسم فاعل و اسم مفعول از ثلاثی مزید هر دوشون چی دارن داداشی؟ مو دارن. فقط فاعل مثل این ای که داره یکی مونده به آخرش ا، مفعول مثل این ای که داره یکی مونده به آخرش چیه؟ ا. مکرم یکی مونده به آخرش چیه؟ ر دیگه، چون یه ونون چیه؟ علامت جمع بودن. داداشی مزارع به چی میگیم؟ کشاورز دیگه، کسی که عملیات زرعه کاش رو انجام میده، درسته؟ زارع چی میشه؟ زارع میشه از ثلاثی مجردش. مزارع میشه از ثلاثی مزیدش. خیال تخت. خب پس مو ا میشه اسم فاعل از ثلاثی مزید، مو ا میشه اسم مفعول از ثلاثی مزید. نه اینو میخوام قشنگ بدونی. مو ا میشه اسم فاعل از ثلاثی مزید، مو ا میشه یکی طلبت. بذارید تمام شه. یکی طلبت حاجی، میشه اینو تو به بچه‌ها بفهمونی؟ تو برگه چرت و پرت ننویسه، تست و مفت دست نده، که اسم فاعل با فاعل فرق میکنه، اسم مفعول با مفعول فرق میکنه. داداش تو بگو اسم فاعل و اسم مفعول وزنن، مفعول و فاعل نقشن. حاجی فهمیدی تو خودت؟ بریم نگاه کن. الان توی این جمله میگه لا یرحم الله، من لا یرحم الناس. الله چی گرفته؟ او. پس میشه چیه من؟
بچه ها هر موقع یه اسمی مرفوع باشه بعد فعل میشه فاعل. اینا الله مرفوع الله میشه فاعل. هر موقع یه اسمی بعد فعل منصوب بشه مثلا ا بگیره میشه مفعول. الان الله فاعل لایرحمه، الناس مفعول لایرحمه، ولی وزنشون بر وزن فاعل مفعول نیست. اش کردی؟ خوب میگم؟ خوب بلدم داداش؟ تایید میکنی؟ ای جون دلم بمونی برام اردل حاجی. ولی نگاه کن الان اینجا مضارع مکرمین باطل مکسور اینا نقش نبودن، اینا وزن بودن. اومدیم با چی بیان کردیم؟ اسم فاعل، اسم مفعول. شیر بخورد آفر. اسم تفضیل وزن دیگری است که بچه ها باید بدونن. باریکلا افعل و فعلا مثل احسن و حسنا. مکان وزناش چیا سردلان؟ مثل مه مف ال مف ال مف ال مثلا ال مدرسه بر وزن مف ال مثل مسجد مف ال ردیفه. برو داداش دیگه چیا رو مثلا میتونن از ما بپرسن؟ بچه سوال امتحان اگه ترم اول سوال دارید، سوال کنکور اگر داری میخونی برای کنکور، چون من میدونم دهم و یازدهمی هم تو این کلاس هم هستن. میگه فعل طلب کجا اومده؟ خیالت هشتمی هم داری ما تو این کلاس، ادمین هم گفت. میگه از هشتم من دارم میبینم آقای کریمی. خیلی حرفه ها. چرا؟ دوست عزیز هشتم من تبریک میگم به پشت کارت. آقا بریم اردلان. امسال یکی از دیگه از تستای کنکور فعل طلبه با این نام. بچه‌ها امر و نهی خوب بلدن اردل. مثلا بهشون بگی امر بگو نهی بگو میگن، ولی بگی فعل طلب حاجی گیربکس خورد میکنه. جدی طلب دیگه امر یا نه. مثلا توی این عبارات میگیم آقا فعل طلب میخوایم اردلان، مثلا یه مورد امر پیدا میکنیم اجعل قرار ده. جار و مجرور کاری نداره این دیگه. یه سری حروف جر داریم مثل من فی الا به. الان تو اسلاید بعدیم توی صفحه بعدیم هست کامل اونجا. بچه ها برگردن توی این جار و مجرور. به قرآن یه سری نرید الکی چرت و پرت 500 هزار تاشو بخونید. یه سه هشت تاست تو کتاب همونا رو همونا هاجی. اصلا نه تو کتاب به ما اون چیزی که معرفی کرده رو دورت بگردم. من میگم مثلا کتاب میگه من حرف جره، این مجرور به حرف جره، به کل این میگن جار رو مجرور. خیلی ساده. تو کتاب میگه فی حرف جره، المدرسه مجرور به حرف جره. همین درست شد؟ اینم از این جمع سالم چی اردلان؟ اونایی که آخرشون اونه و اینه و آت هست، به شرط اینکه من بگیرم مفرد کلمه باقی بمونه. مثلا الان حاجی نگاه کن مکرمین، من اگر یه بونون رو بگیرم میمونه مکرم، کسی که گرامی داشته شده. درست شد؟ معنی میده. چون معنی میده میگم جمعم جمع چیه؟ سالمه. ولی بالا دیدی مردنان نمیدونم اینجا مساکین رو اینجا داشتیم. آره من یه بونون رو حذف کردم مفرد کلمه من ثابت باقی نمون. عشق داداش اینم از این. کاربرد باب ها به شدت مهم. بچه ها این رو من در جزوه سال دهم درس 3 و 4 شروعش کردیم اردلان. هفته بعد اولم بگیم. آره هفته بعد ادامه تحلیل صرفی رو داریم. درست شد؟ نصفشو هفته پیش گفتیم بچه ها، نصفشو هفته بعد میگیم. ما در دی ماه ابدا کلاس رو متوقف نمی کنیم. با افتخار در دی ماه هستیم کنارتون. اردلان باش کنار ما، لب و لوچه رو یه خورده کج نکن. شوخی میکنم شوخی میکنم. من نخوا اردلان بچه ها روزای چهارشنبه 15 بار به من زنگ میزنه. اینقدر به فکر شماست تا این حد من بگم اینا رو هم دیگه. ما کامل کاربرد بابهای ثلاثی مزید رو خواهیم گفت. فقط بچه ها بدونن یه کار باحالی کتاب کرده اردلان. میگه جلسه علمه قطعه قفره. اینا چند تا حرف دارن؟ سه تا. حاجی
چون ستایین بهشون گفته میشه چی؟ ثلاثی زنده باشی. ستایی که زیاد نشده هنوز همون ستاست، پس بهشون میگیم مجرد. یه سری معانی هم دارن حاجی، تو که متأهلی که هی با من محبید. نشست و دانست و برید و آمرزید. حالا من میام بچه ها میخوام معنی این فعل ها تغییر بکنه، میبرمشون به یه سری باب ها. مثلا جلسه رو میبرم به باب افعال اردلان، مثلا علمه رو میبرم به باب تفعیل، یا قطعه رو میبرم به انفعال، یا قفره رو میبرم به استفعال. تو مصدرشو ساختی، حالا من ماضیاشون رو اومدم آوردم، ناکن آخر همشون ا داره. مثلا شد اجلس علم انقطع استغفر. قبوله؟ اولا چون اینا دیگه از سه تا بیشتر شد. چی رو؟ نه 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 نه، من یکی رو گفتم حفظ باشن، همین افعاله. ما بقی رو که نگفتم، اینا رو به ما میدن اردلان. من دارم سناریویی که به ما میدن رو میگم. مثلا تو امتحان یا کنکور میگه جلسه یعنی نشست، حالا به من بگو اجلسه چه بابیه، معنیش چیه؟ میگه علمه یعنی دانست، حالا به من بگو علمه چه بابیه، معنیش چیه؟ این مدلیه دیگه. حفظ هیچی، حفظ هیچی. یادت رفت هفته پیشو مدلشو که میرفتی؟ نه، برای امتحان نهایی دارم میگم. برای امتحان نهایی هم، امتحان نهایی هیچ موقع به بچه ها نمیگه اینو ببر تو باب. یه سوال تحلیل صرفی میده، یه سوال هم ترجمه یه فعل میده، الگور هم میده، میگه بر این اساس بیا معنی کن. نه نه نه، اصلا اصلا این مدلی نیست. ببین میان بهشون میگن جلسه یعنی نشست، حالا تو بگو اجلسه یعنی چی. میاد میگه قفره یعنی آمرزید، میاد میگه حالا به من بگو استغفره یعنی چی. تعداد اینه که معانیش عوض میکنه محدوده؟ تعدادشون خیلی وقتا معدوده، خیلی وقتا هم زیاده. نه خب الان مثلا دانشمون کجا همین رو بدون، چون داره عوض میکنه، نشست رو نشانی داره، خب. شده یاد داده داداشی از اینجا آفر. یعنی من کل این جدول آوردم اردلان برای این. چند تاییم؟ چند تاییم؟ آره. 2800. بچه ها ببینید، خیلی مهمه اینی که الان میخوام بهتون بگم. دو نمره تا دو نیم نمره امتحان ترم اول داره، دو نمره تا دو نیم نمره نهایی داره، حداقل 4-5 تا تست رو در کنکور درگیر خودش میکنه اردلان. که مگه من مریضم بیام این فعلا رو الکی ببرم توی یه سری باب ها و وزن ها هیچ اتفاقی قرار باشه نیفته؟ مریضم؟ آفرین. پس میبرم که اتفاق بیفته. یعنی چی؟ اردلان نشست، نمیتونم ازش بپرسم چه کس را نشست؟ آفرین. پس اگر بخوام مفعول داشته باشم باید ببرمش بر باب افعال که خودشون برای ما میبرن، میشه چی؟ اجلسه. تو کنکور نهایی سوالات اردلان موضوع اینه، میگه جلسه میشه نشست یا میشه نشاند یا بالعکسش، میگه اجلسه یعنی نشست یا نشاند. گرفتی چی شو؟ آفرین. تو میبینی معنی اولا رو که همه بلدن. جلسه یعنی چی؟ نشست. جدی؟ علمه دانست. این یکی. قطع بری. آخری قفره آمرزید. درسته؟ حالا من میگم اینا رو بچه ها همه بلدن، خیالم راحت این تیکه رو بلدن، چون سوالات تستیه. تو امتحانم درسته تشریحه، ولی این مدل سوال به چه شکلی میاد؟ تستی میاد آجی. خب حالت مقابل رو در نظر میگیره. مثلا من یه دونه ارزم بگو دور سرت بگردم، دور سرت بگردم. قرب من خسته نمیدونم که حالا دو داره به شما میگن، بله ولی من زنده باش. خودم دونستم که خیلی مخلصی فدای تو بشم. من تشکر ویژه میکنم از ارزم به حضور شما، اون شخصی که داره زحمت میکشه این جزء رو با علاقه، اونم داره رایگان این کار رو انجام میده. اردلا یعنی خیلی یا پشت پرده هستن. آره یعنی یه چیزیه که هر کسی دلی اومده جلو، تو دلی اومدی جلو، من دلی اومدم، کسی که زحمت کشیده شبانه روز داره این جزء رو میزنه دلی، همه دلی، بچه ها دلی. زیاد شد دیگه، ولی زود گذشت، زود گذشت. بله من 15 هفته است که شما همچنان من دارید میبینید، هر روز دارید من لایو میبینید. آجی آب
دقیقا همینه. یعنی بکنم من بیشتر از دبیراشون میبینم. خیلی زود میگذره دیگه. خب ببین اردلان، پس یه مدل دیگه شو بریم. قفره یعنی آمرزید. خب من میخوام ببرمش ازش کاربرد طلب و درخواست بگیرم، یعنی بشه آمرزش خواست، تغییر میکنه میره تو باب استفعال. باب استفعال کاربردش چیه؟ طلب و درخواست. این کاربردها رو بچه‌ها باید بدونن. این چهارتاشو از درس یک بدونیم جونم. ببخشید حق با شماست. بهتر شد الان؟ چش. ببین پس ما توی این در چهار تا باب رو کتاب روش تاکید داره اردلان. خب یه دونه باب افعاله، یه دونه باب تفعیله که کاربرد جفتشون مفعول لازمه، یعنی مفعول میخوان. اون رقیبشون باب مقابلشون که بی مفعوله باب چیه؟ انفعاله. یعنی نها کن اردلان اینجا برعکس اتفاق افتاد. قطع یعنی برید. میتونیم ازش بپرسیم چه چیز را برید؟ منطقیه دیگه. چه چیز را برید؟ پس خود قطع مفعول طلبه، من میبرمش به باب انفعال. مثلا میشه انقطع، حالا دیگه مفعول نمیخواد، دیگه برید معنی نمیشه، میشه چی؟ بریده شد دیگه، نمیگه چه چیز را بریده شد. آفرین، بی مفعوله. پس چه اتفاقی میفته اردلان؟ با هم بریم. میگیم باب افعال و تفعیل چی میخواد؟ مفعول میخواد. باب انفعال عمرن مفعول نمیخواد، استفعالم طلب و درخواست. خیلی واضحه، زنده باشی. تاثیرپذیری افعال همه رو تو جزوه ترجمه گفته بودم اردلان، که لم قبل مضارع چی کار میکنه؟ بله. عشق داداش سو سوفه چی کار میکنه؟ لن چی کار میکنه؟ له همینطور، قط همینطور، قبل ماضی و مضارع. درسته؟ بچه سری براینداشون رو ببینیم، میخوام برم سراغ درس دو. لم قبل مضارع بیاد باعث میشه مضارع من بشه ماضی. حاجی حله؟ تو بگی حله، من خیالم باحته. سو سوفه قبل مضارع بیان اردلان مستقبل مثبت. لن قبل مضارع مستقبل منفی. این به شدت مهم. ل قبل از مضارعی که چی شده؟ مجزوم شده، یعنی آخرش ساکن یا حذف نون. این ل باریکلا باید معنی میشه و باعث میشه مضارع من بشه التزام. اینم که من دیوونش هم اصلا دیگه. قد قبل مضارع فرایند تقلیل اتفاق میفته یه وقتایی. اردم همه رو گفتم یا نگفتم؟ جدی قبول داری؟ به عشق اینا. آخه خیلی به من گفتن ریویو. آقا اینجا ثابت شه ها، خیلی ها من که ندیدم دایرکت داده بودن که نه من ندیدم، دایرکت داده بودن به گوشم رسید، ادمینم گفت، گفتش که آجی بچه‌ها گفتن که این جلسه اگه تشریحیه ما نمیایم دیگه. ببین چه کلاهی رفته سرشون. ما چون فارغ التحصیلیم الان داره مرور میشه. قد دقیقاً قد قبل ماضی چی میسازه؟ نقلی. نقلی کی استفاده میشه اردلان؟ وقتی من میخوام ماضی رو نزدیک کنم به کی؟ به مضارع. خیلی مهم. کانم با مضارع که دیگه حال به هم زن شده، ماضی استم، سوال همیشگی. حالا مثال داریم ازش. مثلا لم ینقطع، وقتی میگم ماضی ساده منفیه، یعنی این همون معادل ما انقطع، همیشه بریده نشد. بعدی سو سو فرد الان چی کار میکنه؟ درگیری با اون کموده. بریده خواهد شد. منفیش که با لن ساخته میشه، میشه بریده نخواهد شد. لی میومد چی میساخت؟ باید. آخر فعلم هم مجزوم میکرد، باید یاد بدهد. تقلیل اردران قد یو علما، یو علما یاد میده، قد یو علما گایا مثل ما نیه هر چهارشنبه بیاد آجش اون زفته هم بیاد، یه وقتایی میاد خودشو نشون میده، پرواز میکنه میره. خب بعدی قد قفره آمرزیده است نزدیکترین زمان گذشته به حال. یکی دیگه از پیشبینی هم ولی برای بچه ها انسانی حالا داشته باش. ببندین؟ اینم میبندی؟ اردلان میگه یقفرو یعنی میبخشد، همین الانه. میگه قد قفره نزدیکترین زمان گذشته به همین الانه. آفرین، عشقه. حله؟
و آخری کانا یقطعانه، یعنی کانه صرف شدهش به دلیل مصنا بودن این فعل. چون مصنا یقطعانه اینم صرف میشه دیگه، درسته؟ این صرف بشه کانه هم فعل بنده خدا دیگه صرف میشه دیگه. کانه کانا ذهب ذهبا ردیفه. کانه صرف شده چون این مصناست، اونم مصنا شده. می بری دند حله. برای کی استفاده شده؟ ماضی استمراری. کل مطالب درس یک رو پوشش دادم. درس یک چیه؟ کل مطالب کنکور رو پوشش دادم، درسته؟ اردن چقدر تایم دارم؟ بگو تو. ما یه سورپرایز داریم به بچه انسانی دیگه. اه بچه ها گفتن خب بگم استاد ما چون گفته بودیم مثلا که بچه های انسانی آخرش ساعت 23 باشه. خب ولی از اونجایی که خیلی مطلبش مشترک بود، خیلی مشترک، یه صفحه است که آخرش آوردم. آره یه صفحه آخر رو، آره حالا اگر لطف کنی تو همین لایف ما لایو قطع نکنیم. خب یعنی تو همین لایو آخرش بگیم که یه صفحه مشترک هست دیگه برای بچهای انسانیه. رو چشم وقتی رسید بگید که مثلا بچهای رزرچوبه میتونن استفاده. بله 100%، 100% بدونه اصلا به فهمش کمک میکنه اردلان. ولی بچهای انسانی رو چشم دیگه برای اون لایو چون گفته بودی 23 شروع میشه دقیقاً، ما الان 20 چندیم، ما الان دقیقاً 25 دقیقه میشه. چش دقیقه گذاشتیم برای اینا برات میرسیم. آره 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 این 23 هم دیگه در ادامه همین دیگه ما لایو قطع نمی‌کنیم. چشم 23مون یه سفر بهت وقت میدم و رو چشم رو چشم چشم. خب مشکل نداری؟ نه ردیفه بچه ها نه اوکیه هیچ مشکلی نداره. آره آره دقیقا. بچه توجه بفرمایید، ما یه قواعد مستقیم داریم توی درس دو که در مورد حال باید بدونی، یه قواعد غیر مستقیم داریم، من اسمش رو گذاشتم مخلفات. قواعد مستقیمه شاید باورت نشه امتیازش در کنکور نهایی ترم اول به شدت کمتر از مخلفاته. خواهش میکنم، من میخوام از بچه های مدرسم امتحان بگیرم و امتحاناتشون امروز اصلا ناراحتم. من ناراحتم؟ نه دورت بگردم. آره مثل رنگ چشای مهربونت. نه نه خیلی ردیف همه چی. عرضم به حضور شما که خیالتون تخ، شما خوب باشید انرژی بدید، من اصلا دیوونه وار حالم خوب میشه. بچه ها ببینید، اردلان اینو خواهش میکنم باز جایی که تو بگی به بچه ها و بدونن همین مدرسه خودمون. خب الان بچه ها همه پیشفرزشون اینه کریمی میاد مشب براتون بلفل سوال میده، لای نفی جن سوال میده، حال سوال میده. من کلا دو نمره اینا سوال میدم، 18 نمره اینا سوال میدم. مثلا فاعل چیه، فعل چیه، صفت چیه، جار و مجرور چیه، ماضی مجهول شدهش چجوریه، نائب فاعل چیه، ساختار شرط به چه صورته، اسم تفضیل و دورت بگردم. تو کتابته دقیقا اینا، وقتی تو کتابته پروازهه، یعنی من از اونو دستم بازه که سوال بدم دیگه. اما اول قواعد مستقیمه رو بریم. اردلان اردلان حالو یادت میاد چی بود؟ من از آخر میزدم تو دل چی؟ عبارت، درسته؟ تا حال داشتیم یا حالمون مفرد بود. آره جمله اینجا قاچ بزنم، آفرین. الان میدونی میخوام در مورد چی صحبت کنم؟ الان میخوام اولی رو بگم که یک اسمه، یک اسم باشه بهش میگیم حال مفرد. میزدیم تو دل عبارت از آخر، چون یک قیده. درود بر شرفت اردلان. بعد ویژگی های منصوب بودن، نکره بودن و وزندار بودن رو من چک میکردم. اگه می دیدم منصوب و نکر است و وزن داره می گرفتم حال. مثلا تو مبتسم این اتفاق خیلی راحت افتاده، منصوب بچه ها اینا تنوینش اومده، نکر است یعنی ال نداره، وزن داره. الان دیدیم موبائه برای ما چی می سازه بچه ها؟ اسم فاعل از ثلاثی مزید.
همشون همین جوری هم چونم بچه ها که ما گوش بدیم به جایی نوشتن آره و این جزوه رو میذاریم داخل صد درصد این جزوه تقدیم به شما با تمام وجودمون استفاده بکنید منتشر بکنید حالش رو ببرید حتما سواله بچه ها اگه چیزی هست جواب بده دقیقا خب یا مثلا بچه ضعیف رو الان نگاه کنید دوباره منصوب تنوین داره نکره است ال نداره تنوینش منظورم تنوین نصب بود ضعیف خودش بر وزن فعیله پس چون همه مشخصات رو داره میگن حال بهش و توی همه موارد این اتفاق دقیقا افتاده پس حالو بشناسیم این میشه در حد تشریحی یه جزوه هم که قشنگ بهتون حالو من درس دادم دورتون بگردم گفتم چی؟ یه سری چیزا زده حاله حواستون باید به اونها باشه و کسایی که دنبال کنکور و تست هستن حتما اون جزوه رو داشته باشن اینجا بیشتر فرایند مروره و من بتونم یک دوره‌ای بکنم برای دوستانی که انشالله میخوان امتیاز خوبی کسب بکنن یا یه حالت دیگه ما بریم مثلا خاسر من دنبال قید حالتم چون قید از انتهای جمله کارم رو شروع میکنم میگم الان خاسر یک اسمه که منصوب اینا تنوین نصب داره نکره است یعنی ال نداره وزن داره خاسر بر وزن فاعل پس میشه حال یعنی یک حالتی رو داره بیان میکنه این حالهای من میتونه به شکل مذکر بیاد یا اردلان میتونه شکلش این بار چی بشه؟ مؤنث شدهش باشه مثلا چی؟ فرح تن راضی تن حی تن سریع تن راضی تن مرضی تن چی؟ امام رضا هست آره من با این کار دارم دقیقا میخوام تو این عبارت یه چیز مهمی رو بگم اردلان نگاه کن ما میگیم قید حالت در انتهای عبارت شکل میگیره چون یک قید است حالا سوال من اینه انا راضیتن مرضیتن اردلان به نظرت هر دو حال هستن یا موصوف و صفت هستند؟ آه. ببین زمانی من میگیرم موصوف و صفت اردلان خوب خراب کرد منم دنبال این بودم زمانی دوتا تنوین دار رو بچه ها میگیرم موصوف و صفت نکته به شدت مهم من اینو خودم ترم اول سوال دادم اردلان زمانی میگیرم موصوف و صفت که دومی اس کردن آره من زمانی میگیرم موصوف و صفت اردلان به شدت مهم که دومی صفت قبلی باشه گرفتی چی شد؟ الان راضیتن و مرضیتن حالت در واقع همون نفس اطمینان رسیدن دوتایی با هم دیگه باری کلام مثلا من میگم اردلان شاد خندان پیاده در حال غذا خوردن به سمت خانه رفت حالا شده دیگه چون چند تا حالت رو میتونم همزمان نسبت بدم به فرد یا چیزی یا افرادی پس حواسمون به این مورد مهم باشه حال میتونه برای مثنا استفاده شه اردلان مثلا اینجا من برای المسافران و هاتان بنتانه یا این رو به عبارت بهتر میشه مرجع حال گرفت میتونیم متأخرینه و مبتسمتینه رو بگیریم حال چرا؟ الان اثبات میکنیم با اردلان اردلان منصوب بودن اینا به چه شیوه اومده؟ با عینه و تعینه درسته؟ این شد تیک منصوب بودن نکره بودنشون چجوری میخوره تیکش؟ ال ندارد منصوبیست که ال ندارد وزن هم داره متأخر موعه اسم فاعل مبتسم موعه دوباره اسم فاعل یا میتونه نه قید حالت من به شکل جمع باشه مثلا مبتسمین و فرحین و مبشرین الان مبتسمینه فرحینه جان بله میگن راضیتن مرضیتن حاله هر دو حال هر دو بله همین سوالش همین بود هر دو به عنوان حال به شدت هم مهم بچه کلاس خودم نبوده
دوست باشه اگر اون بوده. نه حاجی مبتسمینم فرحینم مبشرینم چی داره؟ اینه، اینه نشون دهنده منصوب بودنه دیگه. چی؟ ال نداره یعنی نکره است، حال باید نکره باشه. وزنم داره، مبتسم موه، فره فعل مثل خشن و مبشر. اینجا جمع‌بندی کنیم منصوب بودن ها رو اردلان. حال یا باید این تنوین رو بگیره یا باید اینه بگیره یا باید عینه. انسانی فقط باید بدونه به شدت مهم جمع سالم مؤنث چگونه منصوب میشه با آتن. فقط و فقط مخصوص انسانی، ریاضی تجربی نمیخواد. گام آخر حتما در کنکور و نهایی و ترم اول سوال. اردلان اینو درسشو حفظه دیگه. اردلان جمله حالیه چجوری میومد؟ یه واو به شرط اینکه بعدش یک جمله اسمیه میاد که کتاب خیلی دوست داره جمله اسمیه ما به صورت ضمیر به علاوه یک خبری باشه و در واقع این ضمیره همون چیه منه؟ مبتدا من. یعنی چی؟ بچه خوب گوش کنید. مثلا نهان میتونه چیز باشه، میتونه پنهان باشه دیگه. بله، نه تو جمله حالیه حتما باید در نقش مبتدا بیاد، چون اگه پنهان باشه اون موقع جملت میشه جمله فعلیه. چنین ساختاری وجود داره ولی مثلا قد باید استفاده شه. ولش کن فعلا. اون چیزی که بچه ها باید بدونن این هر دمه. یه عبارتی به ما میدن اینا، این هنه اون عبارت من. یه جمله ای داره رأیت الفلاح، یا یکی دیگه اشاهد و قاسم، یکی دیگه من از نبه، یکی دیگه لا تهنو ولا تهن. کدوم؟ گناه کرد هر کس آفر از زنب. زنوب خودش جمع مکسره ردیفه عشق داداش. خب یه عبارتی میاد اردلان اینجا منان این اومده. خب در ادامه این عبارت ما واو رو داریم اینا، حتما باید این واوه بیاد. به این واو میگیم همون واو حالیه، واو حالیه، یا بهش واو عشق و حالم من میگم. خب واو حالیه بعدش هردن رو میگم کتاب خیلی علاقه داره که چی بیاد؟ ضمیر بیاد. اینا چی اومده الان اینجا؟ هو، انتم، میتونه هیه بیاد، میتونه نحنو بیاد، میتونه انا. یه ضمیر منفصل، ضمیر جدا میاد و بعدش خبر میاد که کامل بکنه این جمله منو. اینا چرا اینو داد به من؟ اینو من نمیخوام. چی الان به من داده؟ اینا یجمع و جالس و یزهک و الاعلون راکعون. به این ساختار میگیم ساختار جمله چی اردلان؟ حالیه. قبوله؟ این شد محوریت قواعد مستقیم. یه سری چیزا اردلان من این بار برای بچه آوردم، اینا قواعد غیر مستقیمی، یعنی هر آنچه که در این جملات نکته مهم هست و برمیگرده به سال 10 و 11. حتی جونم الان من میخواستم به بچه ها بگم حتما اینو مطالعه بکنن، بعد من یک لطف بزرگی هم میخوام در حقشون بکنم. لغات. چی لغات؟ الان چند نمره امتحانشون معنیه؟ تو اصلا امتحان و ویر اینا همه باید 20 شن. اوکی، نه میخواب بگم چند 14 نمره معنیه دورت بگردم. 14 نمره ولی معنیش هم با استناد اردلان به قواعد آخه دور سرت بگردم. نگاه کن، یه سری جاها باید بشینه متن حفظ کنه، لغت باید بشینه حفظ کنه. من میخوام از این بگذرم که یه چیز جالب رو بهت بگم. بذار بگم بعد آجی سوالی هست بپرس. اینا اردلان به عهده کیه؟ دانش آموزا. بچه ها میخونن قشنگ و یاد میگیرن. اینو نگاه کن اردلان، من میخواستم برسم تو دنبال این معنی نبودی ستون. خب اجازه بده دور سرت بگردم ردیفه، تو که منو میشناسی. خب ببین اردلان، من الان توی این قسمت بچه ها مهمترین چیزی که میخوام بگم الانه، جدی میگم ها، الان به شدت نکته خیلی مهمی میخوام بهتون بگم. یه متنی هست اردلان در کتاب عمومی بچه ها که این متن باشه. خب بعد از این متن
من بهت بگم که سوال چی اومده، من نمیدونم این چرا اومد. هله؟ من بهتون بگم بچه از این متن سوال چه شیوهی اومده اصلا تعجب میکنه. نگاه کنید، قطعا اینو که اون کسایی که تشریح سوال دارن در امتحانشون میبینن، خب بچه های خودم هم شاید ببینن. بابا این چه کاریه بابا میکنی؟ نمیگم میبینه یا نمیبینه. خیلی مهمه این. خیلی میبینی. آه نگاه کنید بچه ها، بابا من رفتم لا سوال امتحان رو برم عوض کنم. خوب گوش کن اردلان، یه عبارته، یه عبارته. خب من عربیشو برای بچه آوردم، بچه ها دارن، فارسیشو سریع بخونیم. تو این فصل به من کمک کن اینجا، این امسال هم تست کنکور داره قطعی. آره قطعی. اردلان میگه آقای مسلمی کشاورزه. بچه ها خوب گوش کنید، داستان دارم میگم. عربی کجا بوده؟ آقای مسلمی چیکار است؟ کشاورزه. او در روستای بترود، در از روستای پترود اردلان، جویباره، کنار شمال و ممال و اشغال و فلانه. خب در روستای بترود در استان مازندران چیکار میکنه؟ زندگی میکنه. شخصیتشو میگه اردلان، راستگوه. نگاه کن نگفته بسیار راستگوه، ولی میگه بسیار شکیباست. این مهمه. میگه مورد احترامم هست. اینا همش نکته است بچه ها، الان بهش میرسیم. متوجه شدی؟ آره. حالا داستانو بریم جلو. یه روزی میشه یه جمعی از مسافرا میبینه روبروی مسجد ایستادن. حالت مسافرا چیه؟ ایستادن. حالت لزومن خوشحال بودن و ناراحت بودن و اینا نیست، خود ایستاده میشه چی؟ حالت. میبینه وایستادن، میره میپرسه بچه ها قضیه چیه؟ چه خبر و اینا؟ میگن آجی خودرومون چی شده؟ خراب شده، خودرو ترکیده. آی مسلمی، آی علوم اجتماعی شد نه؟ آی مسلمی یه رفیق داشته، رفیق شیش تعمیرکار بوده. زنگ میزنه بهش میگه آجی نون امروز جور شد، یه ماشین خراب شده، زودی خودتو برسون. اون حاجی هم که تعمیرکار بوده سری میاد با چی میبره خودرو رو؟ با تراکتور میبره، میره تعمیرگاه، دیگه معلوم نمیشه چقدر اونا پیاده میشن و قضیه چی میشه. اوکیه این؟ آره حداقلش. موتور رو پیاده نکرده باشه، یه دیسکو صفه رفته. خب حالا ببینید بچه ها، من اول اینجا بیام، در کنکور 1400 سه سوال از این متن اومد اردلان. کجاها؟ تجربی، زبان، ریاضی. بعد جالبیش رو نگاه کن، تو تجربی عین الخطا عن المفهوم دادن، یعنی همون تست لغت. من اینجا نوشتم راستی، من اینجا هست، یعنی همون تست لغت دو تا سوال دادن. یه سوالم سوال ضبط چی بود اردلان؟ حرکت بود. میخوام فقط آی مسلمی رو بگم، از حال و مشبهتون بالفعل و نمیدونم همه چی تأثیرش بیشتر بوده. اما اول اینجا با هم بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. بچه ها من یه کار خیلی باحالی کردم اردلان، این جزوه رو که بچه ها من میدونید که هیچ وقت اجبار نمی کنم، خواهشم ازتون اینه، اینقدر که این جزوه با سلیقه در واقع انجام شده، هدف پشتش بوده. اردلان رنگی صفحه ای چنده داداش؟ رنگی؟ آره داریم از 1500 شروع میشه. یه چیزی که بخواد این رنگا دقیقا مشخص بشه، من قرمز کردم، سبز کردم، فلان و اینا، 3000 تومن ارزشش رو داره که اینو رنگی بگیری، روش وقت بذاری، این کاری که من میگم و انجام بدی. اردلان راستگو بسیار شکیبا و مورد احترام کجا اومده؟ صادق و صبار و محترم. یعنی چی؟ یعنی اینا همشون اسمن دیگه. چرا اسمن اردلان؟ چون همشون چی دارن؟ تنوین دارن. قبوله. صادق بر وزن چیه؟ فاعل. یک صفتی رو که یک فردی داره راستگو بودنشه، بر وزن فاعل میره، پس صادق میشه راستگو. اما اگر من ببرم کلمه یو بر وزن فعال، یا آره حواسم هست، فعال یا فعالت،
اردلان یعنی میخوام اون صفت رو اقراقش بکنم، بگم خیلی طرف داره. به خاطر همین از چه لفظی استفاده میکنم؟ بسیار. پس صبار به کی میگن؟ کسی که بسیار صبوره. درست شد؟ و حالت آخر محترم بچه با چی شروع میشه؟ مو علامت حرف یکی مونده با آخرش چیه؟ ا. پس اسم مفعوله. آره دیگه محترم ا. با کنم محترم. محترم یعنی چی اردلان؟ کسی که قابل احترام، زنده باشه، مورد احترامه. دقت بکنیم که اسامی بر اوزانهای مختلف میرن در ترجمه متفاوتن. این یه نکته که پایین من برای بچه ها کامل آوردم. بعد نکته بعدی که میخوام بگم اینه، همین فعال و فعالت اردلان میتونه یک ابزاری باشه که ما انسان‌ها ازش استفاده می‌کنیم، دیگه صفت نباشه مثل صبار. این بار چی باشه؟ سیاره یعنی خودرو، یا چی باشه؟ جراره، تراکتور. اوکیه. اینجا دیگه نباید از بسیار که استفاده بکنم که. آفرین. میگم فعال یا فعالت کاربرد دیگری هستن از اسم مبالغه، چون فعال و فعاله وزن چیان اردلان؟ مبالغه هستن. کاربرد دیگری هستن که دارن برای ابزار استفاده میشن. ابزارم به زبان عربی میشه آلت. خیلی مهمه بچه ها، تست بهتون امکان داره بدن در کدام گزینه اسم مبالغه بر آلت دلالت میکنه، یعنی یک ابزاره، میشه این. اردلان تست پارسال کنکور انسانی میگه کجا اسم مبالغه وزن فعال و فعالت بر صفت دلالت میکنن، کجا میشد؟ صبار. یک حالت دیگه داره شغلاس اردلان، مثلا حداد. یعنی چی؟ از حدید میاد. حدید نام سوره قرآن هم هست، آهن. حداد به چی میگن؟ آهنگر. پس اسامی مبالغه جنبندی خیلی خوشگه سه شاخه مهم رو دارن در دل خودشون، یا بر صفت دلالت میکنن مثل صبار باید با بسیار معنیشن، یا بر ابزار و آلت دلالت میکنن، یا بر چی دلالت میکنن اردلان؟ بر شغل دلالت میکنن. ردیفه همینقدر بسه اینجا بچه ها همه نکات و موارد رو بخونن. من میخوام تست کنکور حل بکنم. مثلا یکی از تست های کنکور معروف شما شده تست لغت. اردلان من تا حالا به بچه ها هنوز تست لغت نگفتم، اینجا میخوام بهشون یه 4% کادو بدم. ما یه جلسه رو قطعا میذاریم ما آخرای بهمن بهش میرسیم انشالله که در مورد لغات و تست لغت صحبت میکنم، ولی الان اینجا کادو بگم از کتاب سوالا گندش نکنیم. علکی چند تاییم؟ 2500. عشقید عشقید، بوس به اون کله ها، بوس به اون انتخابا، انرژیاتون دمتون گرم، مرسی که هستین. من میخوام یه تست بسیار مهم رو بهتون آموزش بدم. این از همه چی مهمتره، این از همه چی. امتحان اولی تو رو صفر بگیر، اینو بفهم امروز، اینو بفهم. اردلان مود شده سویچ میکنن روی یک ماده وزنهای مختلف استخراج میکنن. کلید. آره اب نداره ها، تو همون معنی رو در نظر بگیر. آره تو کلید بگیر. نگاه کن داشته باش، داشته باش آقا، میخواییم کلید کنیم دیگه، با درسته دیگه آقا. به چشم به بزرگیت ببخش اردلان. نگاه کن تو تجربی 1400 چقدر خوشگل. اگر گزینه 1 تا 4 رو نگاه کنی 4 تا لغت برای ما آورده، درسته؟ همه این لغات ریشه شون نه اصلا مثل اون نیستن. سویچ منو گیر میدی؟ نه خیلی فرق میکنه. آفرین، دقیقا هدف همینه. من امسال پیشبینی کنم، دوست داری پیشبینی کنم؟ امسال لاتی اومدم و امروزم لاتی تر اردلان. آره ریشه تیاره رو حواسشون باشه. 2500 نفر ریشه تیاره رو ببینن من چه منطقی میرم بعد اینجا باش با. چون خیلی کلمات زیادی تو کتاب نیستش که میشه باشون اینجوری بازی کرد، میشه چند تا لغت ازشون ساخت. بیا با هم بریم.
اینو حال میکنی تو با این عرض الان. ببین الزرع اولش چی داره؟ ال. پس میفهمم اینجا یه اسم رو باید من توصیف بکنم. زرعه چیه ستاش؟ این قطعا یه دونه چیه؟ فعل رو میخوام توصیف کنم. اینم که ال داره، ال مزاره، یه دونه اسمه. اینم ال مزاره، اینم چیه؟ اسمه. قبوله؟ اردلان بچه ها باید شاه کلید رو پیدا بکنن اینجا. زرعه. باریکلا. شاه کلید زرعه. فعلشو که این زرعه یعنی چی؟ کاشت. کاشت زنده باشی. خب حالا این کاشت باش بازی شده من. مزارع به چی میگن؟ مو اسم فاعل. باریکلا. پس این میشه چی؟ کشا ورز. مزارع به کجا میگن؟ به چند تا مزرعه. میگن مزارع. پس مزارع یعنی چی اردلان؟ آره یعنی مزرعه ها، درسته؟ بله. یه دونه عمود الزرع، این خیلی مهمه اردلان به نظر من. اینا به نظر چیه؟ اونو ولش کن، گولت نزد. خب میشه الزرع به نظرت؟ الزرع یعنی چی؟ ببین زرع یعنی کاش. آفرین بابا، بابا دیوونتم، زندگیمی، جونم رو میدم برات. الزرع همون میشه کاشت، منظورم همون دانه است ها، فعله نیست. خب دونه رو چی داره تعریف و توصیف میکنه؟ میگه مکانه. زرع مکانش میشه چی؟ مزرعه. پس قطعا غلطه کدومه؟ یک. دور رو نگاه کن، میگه زرع، زرع همون فعلش بود دیگه، میشه چی؟ کاشت. میگه جعل البذور تحت تراب، چجوری میکارن؟ دونه رو زیر خاک قرار میدن دیگه، پس این درسته. مزارع میگه من یزرع شیئا فی الارض ثم یحصده، یعنی کسی که یه چیزی رو میکاره توی زمین سپس اونو چیکار میکنه؟ برداشتش میکنه. چشم. آخری مزارع باش باش باش، مزارع میشه چی؟ مزرعه ها. اراضی میشه چی؟ میگه زمین هایی که اردنان زره فیها زر و زاره یحصدوی، این که قشنگ دیگه همه رو تکمیل کرده. از دونه کاشتن تا آفرین صفت داستن تو مزرعه محصول کار و شخمم اگر که اینی که دادابیلی قهقرهای ها به نظر من. خب من ببندم اینو، ببندم اینو برم کیکه برای انسانی ها رو بگم. بچه ها نگاه کنید، ضبط حرکتم سویچ من، حالا اردلان گیر میده، من کاری باش ندارم، گیر دادن من روی یه سری منطقای جمله است. نگاه کنید دقیقا این عبارت رو از این متن داده اردلان، میگه فی یوم من الایام شاهد جماعتا من المسافرین، میگه در روزی از روزها دید جماعتی از دوتا مسافر رو. منطقیه؟ نه. این یرعص بوده مسافری؟ نه. بعدم به بچه تو ضبط حرکت میگم که حواسشون به علامت گذاری اینه و عینه باشه. یا ما واقفین نداریم، وزن فاعل نداریم که اردلان الان میگه، وزن چی داریم؟ آفری. اینم که جراره داره در مورد تراکتور میگه. تراکتور؟ آره. بریم اینو با حال اردلان. میگه توستخدم و فی القرى عادتا لان الساکنین یحتاجون الیها اکثر، میگه به کارگیری میشه در قرى، روستاها، جمع قریه، معمولا برای که ساکنین به اون احتیاج دارن. اوکی دیگه. قد توستخدم و لنقل سیارات المعطله الى موقف تسلی، آی مسلمی زنگ زد رفیقش با چی ماشین یارو خراب شده بود بردن، با همین اینم همینو میگه دیگه، میگه به کارگیری میشه برای آره، یعنی انتقال حمل و نقل ماشین های معطله، ماشین هایی که چی شدن؟ خراب شدن. وسیله کل سیاره، یه وسیله یه مثل ماشین، توسنا و فلمسنا، تو کارخونه ساخته میشه. اصلا صنعت تراکتور سازی تبریز، بله. اما تراکتور هر دمه 800-900 میلیون فکر کنم، اینجوری در نظرش نگیر. حساجی خوباش هست، برو سرچ کن، من یه جای اطلاعات دارم. این یکی، این یکی تجر رو نفس و علل ارز، اردلان میگه خودش توی زمین میره. آجی مگه بنزه؟ خودش رو زمین میکشه خودشو. آره آجی بخوای میره. من رو بنز حساسم، حواست دو جان. خب عرضم به حضور کدوم غلط بود؟ چهار.
اردلان یه متن آقای مسلمی این همه حرف. برو تا بریم. منحصرا انسانی ولی ریاضی تجربی هم باشه. در نرو. میخوام بهت منطق بگم. آره. ریاضی تجربی هم بمونه. اردلان انسانی ها نسبت به ریاضی و تجربی ها فقط در درس یک و دو، چون من الان اینجا هم درس یک و دو رو بگم، در یک منطق متفاوتن. اونم این که اعراب و محل اعرابی حروف مشبهتون بالفعل به لحاظ عمل کردی. اردلان هیچی نموندان نگران بودی یا بذار من این رو بگم تو هم یاد بگیر، مهم میشه. حروف مشبهتون بالفعل رو چی معرفی میکردی مردنا؟ سبزا رو نگاه کنید بچه ها. الان تو گزینه الف لیتا و انه چنه و انه لعله اینم هستیم، درسته؟ بچه های انسانی فقط باید در دنان اینو بدونن که عمل یا کاری که حروف مشبهتون بالفعل انجام میدن اینه که اسم بعد خودشون رو منصوب میکنن. منصوب بودن رو اینجا من برای بچه ها آوردم. اردلان در حد کتاب درسی، یعنی اگه الان میخواد برای امتحان ترم اولش بدونه اینا رو باید بدونه. اینا میشه کنکورش. اوکی، هر چی جمله تو دل کتاب داریم با او ان اسم ظاهر شدن. الان لیتم اگه نشد مشبهتون بالفعل، فصل که بلافاصله اسم بعدش چی گرفته اردلان؟ ا. ربی بعد این اومده چی گرفته؟ ا. مشتری بعد کنه چی گرفته؟ با ا. کلمه بر لعله. زمایر علامت نمیگیرن. مثلا انا هست، انا به علاوه نا. اینایی که من گفتم برای یک اسمی که ظاهر میشه که ا رو تو بتونی بهش بگی. به ضمیر نمیدم اینا، به کم نمیدم. اردن و سال امتحان ترم اول نگاه کن. این نه اسم بعدش چی گرفته اردلان؟ اه درسته؟ حالا من میام اینجا میگم اسم منصوبه، اونی که تو باید انتخاب بکنی به عنوان خبر چیه؟ مرفوعه. الان بچه ها اینجا باید بیان خبر انه رو قرار بدن. خبر انه باید مرفوع باشه. جواب میشه کدوم؟ این. قبوله؟ تست کنکوره؟ همین. همین. چند تا این؟ 250. ریاضی تجربی هم بگه من عشق میکنم. تست کنکور اردلان میگه که عین خبر حروف مشبهتون بالفعل فعل. گرفتی چی شد؟ ببین اول من حرف مشبهه پیدا میکنم. مشبهه هم کدومان اردلان؟ دیگه ان. بعدش میشه اسمش. اسمش کدومه؟ عالم و ها همو اطعام. این دنبال اسم نیست، دنبال چیه؟ فعل باشه. چی فعل باشه؟ خبرشون. من باید خبر لعله رو پیدا بکنم. خبرها چجوری پیدا میشن اردلان؟ میره جلو اونی که او داره. آفر باریکالله. اونی که او داره اینجا کدومه؟ محبوب. اونی که اینجا او داره کدومه؟ اونی که اینجا داره. اینم که از نوع چی ظاهر شده؟ آفر نگاه کن. یعنی الان هر سه تا خبر چی هن اینجا؟ اسمن. صورت اختصاصی انسانی 1400 دنبال چی بوده؟ خبر حروف مشبهتون بالفعل چی باشه؟ فعل باشه. کدوم فعله؟ جواب 4. آخریش هر چیزی که برای مشبهتون بالفعل گفتم اردلان برای لای نفی جنسم هست. چجوری عمل میکنه؟ اسم بعد خودش رو منصوب و نکره میکنه اردلان. این لا، اینم لا. اسماشون کدوم اردلان؟ شیء و اکراه. خبراشون کدومه؟ احسن و فلدین. درسته؟ چک میکنن. اسم باید منصوب باشه. شیء اکراه ها. بس اردلان تو جزوه‌ام چون هست اول اینو در نظر بگیریم. شیء چی گرفته؟ اکراه. اسم باید منصوب باشه که هست. ردیفه. تست عین السیل الفراغ حسب ترجمه و قواعد. لا اومده میگه جای خالی من میخوام یه اسم بذارم، معنیش هم اینجوری بشه هیچ خطری ما را تهدید نمیکنه. تو وقتی هیچ داری یعنی این نولا چه نولاییه؟
زنده باشی. لای نفی جنس. بعدش اسمی که میاد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ آفرین. این که منصوب نیست. این هم که نکره نیست. چرا؟ چون ال داره. بین این دوتا. آفرین. اسم چی میگرفت تو به من گفتی؟ تنها چی میگرفت؟ یعنی تنوین عمرن نمیگیرد. جواب گزینه یک. پس بچه های انسانی فقط اردلان بگیم نگن نگفتیم ما. عمل حرف لای نفی جنس و عمل حروف مشبهتون بالفعل رو در درس یک دارم. درس دوشون هیچ فرقی به لحاظ قواعد و ساختاری نداره. خیلی دوستتون دارم. خیلی مخلصیم.